نامم اسماعیل احمدزای مسئول فروشات کریم الباشوی ایوا. این ساخت خود وطن است. دیگه ما ایرا سه مامیشه که جور کردیم. میخوایم که در بازار ارزش کنیم و استفاده کنن مردم ازی. کیفیت ازی خوبی ازی است که بدون تیزاب و اسید است. می کالای ما شما را خراب نمیکنه، تیکی کالا را خراب نمیکنه. دیگه این خوبیشی است که هم امرای دست استفاده میشه، هم امرای ماشین. دیگه خوبیشی است که خیلی کم مصرف است، هم اقتصادی است و هم کم مصرف است. نرخش مناسب است و استفادهش کمتر است. مثلا شما با دو قاشق متوسط میتونید 5 تا 6 جوره کالای شما را پاک بسازه. هم خوشبودهنده است و هم پاک کننده سری. که کریم لباسشویی هم است که از خاطر لباس است. دیگه ما پودر ظرفشویی داریم از خاطر ظرفا. دیگه مایه ظرفشویی هم داریم ما. در کابل است، سرک بستان. این نمایشگاه ها خوب ما خیلی فایده می رسانه، مفید هم است. به حساب بازاریابی با ما خوب است. دیگه معرفی جنس ما با هم به کشورهای خارج و هم به داخل افغانستان. ما از دولت امارات اسلامی تقاضای بیشتر از این برنامه را داریم که این رقم نمایشگاه را زیادتر برگزار کنند. ساخت وطن که از افتخار وطن است. ما از همه مردم تقاضای ما همیست که از جنس خود وطن استفاده کنند، چرا هم به اقتصاد کشور فایده داره و هم جنس ما انشاءالله جنس خوبیش است. قیمتش خیلی مناسب است از یا کیفیتش خیلی بالا است، قیمتش پایین تر است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، احسان الله عالمی استم، معاون شرکت تجارتی ماهر جمال لیمیتد. شرکت تجارتی ماهر جمال لیمیتد یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین و گلیم دستبافت افغانی است که همراه دست با بهترین پشم های داخلی یا بافته میشن. بعد از روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان، صادرات ما به کشورهای خارجی خیلی خوب شده، افزایش یافته. همچنان در روزا هم تا امروزا فروشات داخلی ما خیلی کم بود و امروزا هم رو به افزایش است و فروشات داخلی ما روز به روز زیاد شده میره. این نمایشگاه به خاطر نمایش و رونمایی تولیدات داخلی ما هم به هموطنان خود ما و هم به مهمانانی که از کشور دوست قزاقستان آمدن، هم به خاطر فروش و بازاریابی بسیار خوب است، نتیجه بخش است. خاص ما از امارات اسلامی افغانستان تدویر همچنین نمایشگاه ها در داخل کشور و همچنان تدویر نمایشگاه ها در کشورهای خارجی به خاطر مارکتینگ محصولات ما و همچنان همیقه. اسمم از فرشته حسن‌زاده. از ما چای ما از تولیدات وطن خود ماست، کوی کریستال. نخواهم از ما چای زفران از کوی کریستال شرکت مداهلات است، تولید وطن خودمون زفران داره، ایل دارچین دیگه مایخک و دیگه نوای گیاهی داره و با آرام کننده اعصاب و با معده بسیار مفید است. پیام ما با مردم هم است که باید از این چای استفاده کنند و این چای بسیار بهترین چای است که اولین بار است که ما تولید ما در افغانستان است و میتونند که از این استفاده کنند. زعفران است، هر چیز است. خواست ما از امارات اسلامی اینمی است که باید نمایشگاه ها را برگزارش زیادتر کنند و خانم ها را اجازه بدن که تا بتانند که تولید افغانستان را پیشرفت کنند. پیام ما اینم است که باید در نمایشگاه ها اشتراک کنند و تولید خود را بیارن که مشهور شد.
Вообще, я представляю Национальную ассоциацию переработчиков масличных. Я представляю Национальную ассоциацию переработчиков масличных культур. Мы активно работаем с Афганистаном. Мы поставляем растительное масло на этот рынок. И можно сказать, что с каждым годом объемы поставок растут. Если говорить про последний сезон, то мы увеличили поставки практически до 17 тысяч тонн в предыдущий сезон. Для нас эта выставка очень важна. Вообще рынок Афганистана очень перспективный для нас, и мы как бы активно приезжаем на эти выставки. На сегодняшний день у нас здесь Казахстан представляет 8 маслозаводов, которые входят в нашу ассоциацию. Также есть и другие маслозаводы, которые есть в Казахстане, но у них не получилось сюда приехать. И как бы, но мы привезли их продукцию показать. Вот, как бы. Вообще в Казахстане более 40 брендов бутылированного масла, которое поставляется на этот рынок. И мы готовы к сотрудничеству, ищем покупателей здесь. Да Казахстан сара тижарти, да Афганистан, Казахстан, да гачиди тижарат, чиди мы по макмане уволили. Сколько уже вы здесь работаете в Афганистане? Уже как бы, ну на протяжении 10 лет уже поставляем. Либо нахари лесу, лес кал на мангкар, кого нахари дрея кал, чиди мангкар, да нахари. Ишапу кале де, вот кисма да га, сальвек, кисму на дают телу по да голу по фабрике чиди это не, вот кисму не чиди, а рядом того с пала, карти по Афганистан те уйбей. Насколько важны такие собрания, то есть организации экспо, также для казахстанцев, и также для афганистанцев? И спрашивает, настолько у нас там тоже есть такие продукции. Продаются ли в Казахстане или нет? Такие же у нас есть там, которые производили в Афганистане. Есть там продажи таких продукций? Нет? Спрашивают они вообще. По маслу, да? Масло? Нет, другие. Да. Но если говорить про экспо, такое мероприятие очень важно для наших стран. Мы можем бизнес приехать сюда непосредственно и с вашим бизнесом напрямую, видя друг друга, да, разговаривать, показывать продукцию, вы можете ее увидеть, можете попробовать, мы можем конкретно уже договориться по цене и так далее. Поэтому это очень важно, вот это мероприятие, оно реально увеличивает наши коммуникации, да, и товарооборот может расти. Если говорить про афганскую продукцию на рынке Казахстана, то ну, не так много на сегодняшний день. تاسا بهتره معلومه ده چې د امارت اسلامي پر اتاک سره ډیر نمشګاګانې په ملي او بین ملي سطح باندې جوړې شوې دي چې په دې کې فعلا اوس د قزاق افغان قزاق نمشګا دلته جوړه شوې ده چې نن د افتتاحي ورځ وه او دا افتتاح شوه دا ډیر ښه مثبت اثر لري په اقتصاد باندې او په دنیا باندې او د امارت اسلامي لپاره یو ښه لاسته راوړنه ده تر څو په اقتصادي ډګر کې ټولو دنیاوالو ته وښیي چې امارت اسلامي د اقتصاد کې پراخه نمن لري او غواړي چې په دې بخش کې د هر چا سره ډېرې ښې اړیکې ونیسي په دوم بخش کې د ریل پټۍ ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا موږ درې ریل پټۍ لرو چې یوه مستقیما د ترکمنستان نه تر هندوستانه پوری د گاز پپلاین ده او د گاز پټلۍ د مونږ د ایران هرات او له ترکمنستان نه د مونږ افغانستان ته او د ازبکستان نه افغانستان ته د ریل پټلۍ
دا اوس کومه د ریل پټلۍ چې ده چې دا څلور هیوادونه پکې داخل دي دا په اقتصاد باندې ډیر ښه اثر لري او دا موږ دلته ډیرې ښې لاسته راوړنې لرو او په دې کې موږ سپما کیږي د ترانسپورټ په بخش کې نو که دا چېرته سر ته ورسیږي موږ امیدوار یو چې انشاءالله دا کار به تکمیلیږي نو د افغانستان دپاره یوه ډیره ښه لاسته راوړنه ده ما فکر میکنم برگزاری همچون نمایشگاه ها سبب از این میشه که ما را قادر بسازد تا بیشتر بتانیم روابط استراتژیک اقتصادی خود با کشورهای منطقه و خصوصا کشورهای همسایه داشته باشیم به دلیل ازی که هنوز هم افغانستان تحت تضییرات اقتصادی قرار داره همچون روابط و همچون برنامه ها که بتانه سبب تحکیم روابط استراتژیک اقتصادی شود ما را قادر به این میسازد تا این تحریم ها را دور بزنیم و بتانیم در بحث تجارت بین المللی سهولت ها و تسهیلات بیشتر را ایجاد بکنیم و در پهلوی از او همچون نمایشگاه ها سبب از این میشه تا کالاهای افغانی به دنیا معرفی شود و ما بتانیم در بازارهای بیرون بازار پیدا بکنیم و در قدم دوم بتانیم ما جذب سرمایه گذاری ها را در افغانستان داشته باشیم چون افغانستان کشور فرصت ها است و منابع زیرزمینی افغانستان و بخش های دیگه یک منبع خوب جذب سرمایه گذاری های خارجی را در خود می داشته باشند. خب شما میفهمید که افغانستان یک کشور محاط به خشکی است متاسفانه که ما هنوز ترانسپورتیشن مجهز نداریم و هنوز هم ما متاسفانه جاده‌های معیاری و استاندارد نداریم ارزگاهی که راه بدیل ایجاد میشه از یک طرف ما را از وابستگی از یک مسیر نجات میده و از طرف